دکتر یک شعر ما در یک از کتاب ها در گلستان سعدی علیه الرحمه خواندم که میگفت به دیدار مردم شدن عیب نیست ولی کن نه چندان که گویند بس اگر خیشتن را ملامت کنی ملامت نباید شنیدن ذکس یعنی وقتی که انسان به دیدار دیگه افراد میره این دیدار باید یک رقم باشه که دیگه افراد از انسان خسته نشن بگن که چقدری ای تخانی از ما میه چقدر برای از ما مزاحمت میکنه یا در حضور از ما من منفعت برای خودشان دریافت نکنن و حضور از ما را باعث و مایه رنج و عذاب خود خوب ببینن چه نکاتی را من باید به عنوان یک فرد انسانی رعایت بکنم؟ می‌خوام دکتر که این حس به دیگران انتقال داده نشه و اتفاقا با یک انسانی باشم که دیگران از حضور از من حظ و بهره را ببرن و مشتاق باشن برای دیدن از من بله شما با همین شعری که گفتید یک اصلی که اصل مهمی هم در معاشرت است اون را بیان کردید که نه فقط در معاشرت که یک اصل عام است در اخلاق اجتماعی ما به نام اعتدال. یعنی هر کاری که انجام میدیم تلاش کنیم که امو میانه را در نظر بگیریم. وقتی که ما معاشرت را یک رفت و آمد یا یک رابطه دو طرفه تعریف کردیم گفتیم که دو طرف باید که تصمیم بگیرن وارد یک رابطه شوند. یک رابطه ای که ما می که پردوام باشه با ثبات هم باشه این رابطه باید که یک رابطه مبتنی بر اعتدال باشه که وقتی که از ما میپرسن اعتدال یعنی چی چطور می که معاشرت ما یک معاشرت معتدل باشه می که تو باید که به عرف او جامعه مراجعه کنی گیاقات است که در یک جایی شاید که در قریه باشه وقتی دو نفر با هم ارتباط دارن هر ار روز به دیگه سلام میکنن مم. اما امی دو نفر وقتی که در شهر میان اگر که معاشرت اونها از هفته یک بار بیشتر شونه احساس میکنن که مزاحمت است و نه که معاشرت باشه پس عرف جامعه ای که ما در زندگی میکنیم در این که ای رفتار ما یک رفتار معتدل یک رفتار قلم قلمداد شوه مؤثر است و وقتی که شما امی عرفه میتونید مثال های بسیار زیادی بر او پیدا کنید یک جایی است که وقتی که شما پیام پیامکی و مجازی بدید شاید که ناراحتی ایجاد کنه و طرف مقابل شما بگه که به احترامی شدن اما در فضای دیگه وقتی که فضا فضای کاری باشه در سر وظیفه باشید اتفاقا تماسی که با تلفن گرفته میشه شاید که مزاحمت قلم داد شود